سلام و اسفه میگم به تک تک عزیزان منم به نوبه خودم سالگرد عید پنتیکاست رو به تک تک شما مقدسین در عیسی مسیح خداوند تهیت و مبارک باد میگم در واقع هویدا شدن اعمال ایسای مسیح حیات عیسی مسیح در اون واقعه شگفتنگیز و بی‌نظیر بر تک تک شما عزیزانم مبارک باد و همینطور تبدیل شدن پیروان عیسی مسیح به قهرمانان در اون رویداد بی بر شما مبارک باد همینطور که این اعمال مسیح ظاهر شد در اون واقعی عظیم در این حال در هم شکست شدن نقشه های شریر و رسوا شدن شریر و کلیسای پیروزمند خداوند مبارک باد آمین که همه اینا نقطه اوجه اراده خداونده به وسیله افاظه روح القدس بر فراخواندگان عزیزش از طرف پاستور کلیسا و خادمین محترم کلیسای آلفا اومگا به تمام فراخواندگان به تمام کلیساها در تمام نقاط جهان این رویداد پرشکوه و زیبا و مبارک باد میگم این رویدادی که فقط برای یک روز نبود بلکه هر روز ما میتونیم تجربه کنیم هر روز قابل تجربه کردنه در ابعاد و اشکال مختلف بنا به اون خلقتی که خدا به ما داده آمین و من خیلی تو قلبم عزیزان چون که روح القدس خیلی عمیقا احساس میکنم تمامی خوشی او تمامی اهداف او اینه که اعمال مسیح و حیات مسیح رو و جهانیان آشکار کنه هیچ چیزی مثل این مورد تکریم و ستایش روح القدس قرار نمیگیره که عیسی مسیح خداوند و پادشاهی او و حاکمیت او در تمامی جهانیان به خصوص کلیسای ظفرمند او آشکار بشه برای هم... از اون گفته شده مردی دچار افسردگی میشه میره پیش روانپزشک میگه حالم خیلی بده دکتر دکتر بهش میگه بهتره یه چند باری مسافرت کنی فکر میکنم حالت بهتر میشه مریض میگه اون مریضی که افسردگی داشته میگه من دائما من در سفرم ولی هیچ تاثیری نذاشته پزشک بهش میگه من فکر میکنم روزی یه گیلاس شراب ناب بخوری خیلی عالیه حالت بهتر میشه این مرد میگه باور کن یه بشکم که بخورم هیچ تاثیری نداره به حالم دکتر بازم فکر میکنه و میگه در شهر یک دلغکی هست که خیلی شیرین و بامزه است حرفای خیلی بامزه میزنه ادا اطوارای خیلی خوب داره یه روز برو امتحان کن شاید حالت بهتر بشه میگه آقای دکتر من همون دلغکم که همه مردم رو می‌خندونم، شاد میکنم ولی خودم همیشه غمگینم در ضمن شادی اوناییم که از حرفای من شاد میشن اصلا پایدار نیست عزیزان شادی هایی که این جهان عرضه میکنه صرفا گریزگاهی مقطعیه و هیچ راه چاره عمیقی نداره تنها کسی که قادر بدون هیچ محرک های بیرونی و مقطعی شادی آسمانی رو در هر شرایطی به من و تو بده ایسای مسیح خداونده همون ایسایی که در قانای جریر به واسطه روح القدس آب رو به شراب تبدیل کرد همون قادره عزیزان که امروز عشقای اندوه ما رو بدل به عشقهای شادمانی و خنده های آسمانی بکنه همون خدا عزیزان امروز اینجاست که در قده های سنگی ما که پر از آبهای های و بیفایده است اون آبها رو به شراب ناب تبدیل کنه باور میکنین؟ باور میکنین؟ چون یکی از بزرگترین رسالات ایسای مسیح خداوند تبدیله نه آن تبدیلی که سطحی و زود گذره آن تبدیلی که شریعت به متشرعین این خودش میده در اونا ایجاد میکنه که ظاهری آراسته و باطنی پوسیده به وجود میاره در اونا بلکه عیسی مسیح خداوند تبدیلی رو در اعماق وجود ما به وجود میاره در اون درون ما یک مراج درونی است عزیزان یک درون شکریه که هیچ مذهبی هیچ مذهبی قادر نیست در ما به وجود بیاره فقط کسی میتونه این تبدیل رو به وجود بیاره که آن شراب آسمانی رو در قلبهای ما وقتی که اشتیاق داریم بریزه و ما رو از درون متبدل کنه کار او تبدیل عزیزان نه یک تبدیل سطحی بلکه از موت به حیات از ملکوت ظلمت و لعنت به ملکوت حیرت انگیز و پادشاهی پرشکوه خودش انجیل یوحنا باب دو آیه یک تا ده رو با هم قرائت میکنیم و در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود و عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شدند دعوت کردند و چون شراب تمام شد مادر عیسی به دو گفت شراب ندارند عیسی به وی گفت ای زن مرا با تو چه کار است ساعت من هنوز نرسیده است مادرش به نوکران گفت هر چه به شما گوید بکنید و در آنجا شش قده سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه را داشت عیسی به دیشان گفت قده ها را از آب پر کنید و آنها را لبریز کردند. پس به دیشان گفت الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید پس بردن و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود بچشید و ندانست که از کجاست لیکن نوکرانی که آب را کشیده بودند میدانستند رئیس مجلس داماد رو مخاطب ساخته و به دو گفت هر کسی شراب خوب رو اول می آورد و چون مست شدن بدتر از آن را لیکن تو شراب خوب را تا به حال نگاه داشتی عزیزان کلا به طور لغوی این پیام این تصویر که یوحنا داره به ما میده اینی که خدا شادی رو دوست داره خدا نیاز تک تک ما رو برای شادمانی میدونه وقتی که افراد از او تقاضا کردن که این آیت شگفتانگیز رو به انجام برسونه اونا رو نکوهش نکرد نگوه گناهکاران از من دور شوید بلکه با اونا خورد بلکه با اونا نوشید عزیزان بلکه با اونا خندید و امروز هم همان خدا مشتاقه که دلهای شما رو پر از خنده و شادی آسمانی بکنه باور میکنی؟ شادی که فقط فیض اوز به وسیله لمس روح القدس فقط توی پرانتز بگم اتمالا امروز خیلی از واجه های شراب، شرابخانه، میخانه خواهیم شنید و امیدم اینه که ما ایرانیا به خاطر اون ادبیات غنی به خاطر اون اشعار زیبایی که از بچگی به گوشهای ما خورده اینها رو خوب بشناسیم که شراب سمبل یه حیات مافوق طبیعی یه حیات الهیه و همجون میخانه و شرابخانه در شعرهای حافظ و سعدی اشاره به یه رابطه عمیق انسان با خدا میکنه همینطور روح القدس در تمامی کتاب مقدس عزیزان داره سعی و تلاش میکنه که تمامی حقایق الهی رو به صورت سمبول ها ارائه بده ابراز کنه که این سمبول ها و این نمادها ها بسیار جذاب و مسهور کننده است ولی تنها روح القدس که مفسر این سمبول ها و نمادهاست. در غیر این صورت خدای نکرده ممکنه ما به بیراهه بریم دوباره برمیگردیم به یوحنا باب دو این ده آیه اول نقطه مرکزی و کلیدی این ده تا آیه برای من شخصا که انگیزه به من داد و محرکی شد که این پیام رو آماده کنم آیه سه باب دو آیه سه و چون شراب تمام شد باز هم عزیزان یک تصویر نمادین به ما میده که در بعضی از تجربه های ما تجربه های روحانی ما خیلی قابل درکه میتونیم بفهمیم جایی که قوت انسانی به پایان میرسه خیلی به هم گفتیم نیست دیگه تا کشیدم جایی که به آخر خط میرسی نه فقط از طریق قوت انسانی بلکه تمامی اون مخازن روحانی تو به جایی میرسه که تا میکشه تمام شد گفته شده که در این حال یا نگفته شده بلکه تک تک ما تجربه کردیم که وقتی مخصوصا اون مخازن روحانی ما کشه خیلی میتونیم این تجربه رو داشته باشیم که خیلی بهانه جو و بدقلق میشیم گفته شده که کرم ابریشم درست قبل از اینکه به پروانه زیبا تبدیل بشه خیلی ناآرومه و در حال دست و پا زدنه انگار داره بدترین لحظات زندگی خودش رو طی میکنه چون داره در ماهیت کرم بودن خودش به فنا میرسه داره به یک هیچ عظیم میرسه عزیزان چون اگه به اون فنا نرسه هرگز تبدیل به پروانه نمیشه به قول پاستور که هفته پیش خیلی زیبا اشاره کرد انگار خدا ما رو در یک فضایی قرار میده فضای تاریک که تمامی حافظه ما توهی از هر چیزی که فکرشو میکردیم و تکیگاهمون بود میشه تعمی کشه عزیزان تا میکشه انگار به انتهای تمام و حسای روحانی حواسای پنجگانه روحانی لذتهای روحانی که یه روزی به ما تسلی میداد وای صدای خدا رو شنیدم خدا این وعده داد فلانی به من اینو گفت تمام شد هیچ چیزی دیگه ما رو سر نمیکنه و گاهن انقدر در اون جایی که قرار میگیم در اون فضا باید بگم عزیزان حتی اون وقار رو متانت صبر و انتظار رو برای خداوند از دست میدی و به جاش همطور که گفتم خیلی بهانه و بعد میشی دیگه نه تنها به جای میرسی عزیزان تک تک ما لایه به لایه مرحله به مرحله خداوند ما رو خیلی عمیق‌تر تو این لحظات روحانی تو این شب تاریک جان میبره که نه مثل یونس در شکم ماهی او رو ستایش نمیتونی بکنی او رو پرستش نمیتونی بکنی مثل زمانهایی که انتظار رو صبر میکنی بعد یه فراخی میشی میگی وای انتظار بسیار برای خداوند کشیدم تا به من مایل شد من اگل و لجم بیرون آورد مثل داوود بلکه خودت رو در اون مده ماهی در حال حسب شدن و تموم شدن میبینی چرا عزیزان؟ چرا این چیزها رو تجربه میکنیم؟ چون شراب تمام شد چون حیات الهی در ما که یه روزی همون حیات الهی که بهش وابسته میشیم خدا ما رو به جایی میرسونه که تعمی کشه درست در روز 26 م 26 هم مرس حدود ساعت های دو بعد از ظهر دو نیم بعد از ظهر در یک رویایی در حالی که کم و بیش این چیزایی که گفتم تجربه می کردم بدون اینکه انتظار داشته باشم هیچ انتظار روحانی نداشتم ولی تنین صدای روح افسا و حیات بخش ایسا رو که خیلی خوب باش آشنا بودم در عمق وجودم شنیدم که کیست که آب رو به شراب تبدیل کنه در یک آن جان من وقتی با این صدا برخورد کرد دقیقا فقط من نمیتونم با کلمات محدود انسانی فقط میتونم به کلام خدا پناه ببرم تا احساسهای خودمون بگم مثل اون قده های سنگی که وقتی اون آیاتو میخونی حس میکنی وقتی تعمق میکنی احساس میکنی وقتی آب به اون جداره های قده های سنگی میخوره عزیزان. چطور در یک طرفت این در یک لحظه موجزه هست نیست چطور میتونی موجزه رو تعریف کنی؟ تمام اناسور طبیعی آب یک دفعه تبدیل به یک شراب ناب میشه عزیزان همون شد فقط انگار یه حیاتی به من منتقل شد که مدت ها بود رو تجربه نکرده بودم در یک لحظه وارد یک بود روحانی شدم که در اون بود یک پرستشی در حضور مقدس او در حضور پرفیض او انجام دادم که در عمرم نه در جسم نه در روح نه فکر میکنم تا آخر عمرم در حیات زمینی انجام بدم یک پرستشی بود که انگار بدون هیچ موزیکی بود فقط انگار تمام سلولهای من تمام موجودیت من در حضور او که نمیدیدمش داشت حل میشد اگه بخوام بازم با کلمات محدود انسانی این تجربه روحانی رو بخوام تعریف کنم فقط بازم میتونم پناه ببرم به کلام خدا که تنها کسی که این تجربه رو میتونم بگم کرده شلمید در کتاب قزل قزل ها بود وقتی که خداوندشو اون پاتشاه خداوندشو ملاقات کرد محبت او رو چشید که میگه چقدر از شراب نیکوتر بود و بعد که میخواست شهادت بده از این تجربه غیر قابل توضیحش در دو تا کلمه متناقض اونو بیان کرد ای دختران اورشلیم من سیحفام هستم اما جمیل در یک لحظه وقتی به اون خدا برخورد میکنی انگار تمام انگیزه های تو در تمامی ابعاد وجود تو آلوده است عزیزان و تعجب میکنی چطور خدا به سمت تو کج و کله روحانی اومده در همون حال که خودتو میبینی که چقدر سیحفامی هم در صورت هم در باطن در یک لحظه از چشمای پر فیض او باز هم خودتو در یک لحظه میبینی که چقدر جمیل هستی خدا رو اینجوری میبینه عزیزان تجربه خیلی شیرینیه که وقتی هویت خودت در مسی میشناسی از چشمای مسی خودت رو میبینی دیگه اون ضعف‌ها اون چیزهایی که باش دست و پنجه نرم میکردی در تمام طول زندگی تو رو پایین نمیکشه بهتر دوباره برگردیم به یوحنا باب دو و ادامه بدیم وقتی در اون عروسی در قانای جلیل به فرمان عیسی مسیح خداوند در اون قده های سنگی آب ریخته شد ایزا اون قده های سنگی در اون تاریخ در اون فرهنگ از ارزانترین ترین بی ارزش ها بود قده بود که تو اون عروسی گذاشته بودن فقط برای اینکه ظروف و آب کشی کنن تطهیر کنن وقتی که مهمان ها وارد عروسی می شدن و اون دست و پاهای خاکی و گلی از اون قده های خار و بیارزش آب می کشیدن و اون پاهای گلی رو می شستن تا بتونن وارد عروسی بشن از این قده های سنگی سمبول و نماد انسان هایی که بدون نجات هستن درون اونها هیچ روح القدسی وجود نداره بدون حیات الهی این سمبول رو میده همینطور ایماندارانی که از شراب روح خدا خالی شدن به مرز پوچی و هیچی رسیدن و کم کم اگه مواظب نباشن اعمال جسم در اونا ظاهر میشه در این لحظه عزیزان مهمونای عزیز کسایی که عیسی مسیح خداوند رو نمیشناسین و در قلب خودتون رو به عنوان خداوند و نجات دهنده راه ندادین در این لحظه فقط روی سخنم با شما عزیزانه که شاید افتخار میکنین که حتما هم افتخار میکنین که اشرف مخلوقات هستین که بالاترین رده حیات رو در این جهان دارین ولی هنوز طعم اون شراب آسمانی روح قدوس الهی رو نچشیدین هنوز تجربه حیات نوین رو نداشتین عزیزان حتی بعضی موقع ها شراب های دنیا به ما میده که ممزوج و ترشه عزیزان که زود تموم میشه زود حال ما رو خالی و توهی میکنه باید بگم تمام این شراب هایی که گاهی مثل مسکن از یک تاکستان میاد فقط از یک تاکستان از آدم و هوا میاد عزیزان که هیچ حیاتی توش نیست ولی میخوام بهتون بگم یک شراب آسمانی وجود داره که عیسی مسیح خداوند با مرگ و قیام و صعود زفرمندانش به دست راست خداوند بر کلیسای خداوند بر کسی که قلبش رو به او بده امروز قادره که جاری کنه عزیزان امروز قادر این شراب مقدس این شراب روحانی رو در اون قده های سنگی تو جاری کنه و تمام اون آبهای ایستا و بیفایده رو که مجبورت میکنه هر دم به چیزهای تشنترت میکنه و دائما دنبال چیزهای دیگه میگردی سیر و پرت کنه و همینطور به جای خاکستر غم اندوه افسردگی شادی آسمانی به تو بده امروز آمین که بزرگترین تصمیم زندگی خودت رو بگیری و خودت بچشی و ببینی خدا در عیسی مسیح چقدر سخاوتمندانه و چقدر نیکوس فقط بستگی داره چقدر تشنه هستین عزیزان این شراب روحانی این آب مقدس این آب حیات به تشنگان داده میشه عزیزان یه سریه در این شراب و آب که هرچی که میخوری تشنه در میشی هرچی که زائقه تو با این شراب خو میگیره اونس میگیره تشنه تر میشی عاشق میشی و این دعوت بلند کلام خداست از طرف عیسی مسیح خداوند برای تو توی که عیسی مسیح رو نچشیدی این شراب روحانی در قده سنگی تو نریخته اش اینطور میگه ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و همه شمایی که نقره ندارید بیایید بخرید بخورید و بیایید شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخرید چرا پولتون رو نقرتون رو جانتون رو برای آنچه که نان نیست و مشقت خویش رو برای آنچه که سیر نمیکنه صرف می‌کنید؟ گوش داده امروز از روح القدس بشنوید که چیزهای نیکو رو بخورید از زان که جان شما از فربهی متلزز بشه از این دعوت خداوند در تمامی احصار برای تشنگان و دوباره برمیگردیم توی یوحنا آیه ده که توضیح میده رئیس مجلس وقتی اون شراب رو دید که به آب تبدیل شده گفت هر کسی چطور این شراب رو درست کردی؟ همیشه تو عروسی ها اول شراب خوب رو میارن که طرف مست که حالیش نشه بعدا چه چیزی داره میخوره شراب بد رو بدتر رو در آخر میذارن میکن این چه محولیه این چه زیافتیه که اول شراب بد رو داد ولی حالا این شراب نفیز و ناب رو داره به ما میده عزیزان اینجا اشاره به اون شراب نفیسیه که در سلطنت هزار ساله عروس در اون اتحاد با داماد در اون همدلی با او عزیزان تجربه خواهد کرد هرچقدر هم که شراب های ناب روح القدس رو تجربه کنیم بازم یک شراب سلطنتی یک شراب نفیستر هست که برای ما در اون سلطنت هزار ساله در اون اتحاد الهی گذاشته شده خود عیسی مسیح در متا باب 16 آیه 19 اشاره میکنه و در این آیات عزیزان بشارت خوشی عظیمیه و به شما میگویم که بعد از این در شام آخر خداوند به شاگرداش میگه به شما میگویم بعد از این از این میوه مو دیگر نخواهید نوشید در روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود بنوشم عزیزان اون پوری روح یک بشارت خوشی عظیم عزیزان که بهترین ها مال امروز ما نیست که حتی روح القدس قادر قده های خالی ما رو پر کنه بهترین ها مال تجربه های دیروز ما و گذشتگان ما نیست که دائم نگاه کنیم بگیم ای وای چه خوش به اون روزایی حسرت بخوریم بلکه عزیزان بهترین ها برای ما در پیش رو داریم هر چند هر چند عزیزان در حال حاضر حتی اگر این تجربه شراب آسمانی رو مرتب داشته باشیم با تلخی های صلیب رو به رو هستیم خود پیام خوش انجیل با تلخی همراهه با تلخی خیلی زیادی برای پیروان حقیقی عیسی مسیح هر کی که, که میخواد منو پیروی کنه خودشو انکار کنه و صلیب خودش رو بیاد عزیزان در صلیب خداوند ما مسی مسیح فقط یک دعوت نامه وجود داره برای پیروان حقیقی بیا و بمیر برای همینه عزیزان عیسی مسیح میدونست که پیروانش چه تلخی های صلیبی رو انکار نفسی رو باید توی دنیا تجربه کنن برای همین میگه رفتن من برای شما خیلی مفیده من تسلی دهنده برای شما میفرستم من برای شما اون روح و راستی رو میفرستم که وقتی که شما در اون تجربه های دردآور و تلخ هستین شما رو به جمعی راستی هدایت کنه من یاور برای شما میفرستم در این تلخی های اجتناب ناپذیر محدوده زمانی که توشیم که شما احساس نکنید یتیم هستین من تسلی دهنده برای شما میفرستم من سلامتی صلح خودم رو به وسیله ریختن روح القدس به شما میدم تا شما رو در اون تجربه های تلخ صلیب نه فقط از صحنه کلیسا و دنیای مسیحیت دور نکنه که مستحکم برای خداوند بیستین برای همین میگه دل شما مضطرب و حراسان نشه من صلح و سلامتی رو به وسیله افاظه روح القدس به شما خواهم داد برای همین پولس فرمان میده عزیزان از, از روح پر شوید برای همین من و تو احتیاج داریم و اون شراب آسمانی همون شرابی که در اون بالاخانه بر شاگردان ریخت از اگه اون شراب نریخته بود، اگه اون پوری رو تجربه نکرده بودن، از چطور میتونستن با اون انات ها، دشمنی ها در اون زمان، در اون دوره رو به رو بشن. نه فقط با عیز و ناله، بلکه میگه خسته خو... شاد خاطر میشدن که به خاطر مسی رنج بکشن، ترد بشن، نامردی ببینن. اناد و دشمنی ببینن از این شراب روح القدس یه همچی حالی رو در ما به وجود میاره قدرت به ما میده مثل شاگردان در اون بالخانه وقتی شراب بر اونا ریخته شد عزیزان اونا هم قدرت پیدا کردن این معنی تسلیم و سرس بردگیه که خودشو مثل یک شراب ریختنی در حضور خدا بریزه در لاویان در روز پنتیکاس پنتیکاس یهودیان دقیقا به این قربانی و این هدیه زیبا و آتشین که مورد خشنودی خداست داره اشاره میکنه میگه هرگاه قربانی میارین کیل شراب هم بیارین به عنوان قربانی هدیه ریختنی همون چیزی شد که شاگردان انجام دادن برای همین روبه مسکون شرونده شد و دنیا برای مسیح تسخیر شد و اونا از طرفی که با این شراب رو قوت یافته بودن که اعمال مسیر رو انجام بدن از طرفی میدونستن در خانه زیافت داماد بهترین شراب رو برای اونا آماده کرده عزیزان زاقه اونا تا روزی که روی زمین بود با این شراب آسمانی آشنا شده بود برای همین هر شکست های موقتی رو هر رنجی رو متحمل می شدن با قوت روحش چون میدونستن داماد بهترین ها رو در اون خانه زیافت برای اونا ذخیره کرده که نه به فکر نه به فکر انسان نه به ذهن انسان نفسانی میتونه خطور کنه برای همین از ما انقدر نیاز داریم که در این محدوده زمانی که هستیم به عنوان پیروان عیسی مسیح هنوز در اون خانه زیافت داخل نشدیم در اون پیوند ابدی با عیسی مسیح که هر اشک و ناله پاک خواهد شد در این محدوده قوت بگیریم از شراب روح پرشیم پولس رسول در افسوسیان باب پنج آیه 18 میگه مست شراب نشین که شما را به هرزگی میکشاند بلکه از روح پر شوید عزیزان از روح خدا پر شوید از شراب روح خدا لبریز بشین در این لحظه پیامی در قلبم عزیزان برای افرادی که ممکنه احتمالا به الکل معتاد باشن وابستگی داشته باشن آمار گرفتن که 23 درصد از هایی که به وجود میاد به به خاطر افرادی که یا زن یا مرد به الکل وابسته هستند هر ساله گفته شده آمار گرفتن که 1300 نفر به بیماری های روحی روانی افسردگی مبتلا میشن به خاطر فقط الکل افسردگی های شدید مخفی و حادی در افراد هست که دارن دست و پا میزنن نمیزنن هیچکی بفهمه فقط به خاطر اینکه الکل استفاده میکنن احتمالا خدای نکرده شاید کسانی بین ما باشن که این وابستگی مخرب در اونا باشه پیام خدا عزیزان به طور خاص امروز برای تو عزیزی که این برنامه رو نگاه میکنی برای توی که به الکل وابسته هستی پیام خدا اینه که تو اول محکوم نکنی اگه واقعا دلت میخواد که این وابستگی از این وابستگی آزاد بشی ولی احساس عجز و ناتوانی میکنی امروز خدا به تو میگه من احساس تو رو درک میکنم من خدایی نیستم که تو رو محکوم کنم من میدونم که از چه آسیب عبور کردی افرادی هستن که در زمان بچگی شاید مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن افرادی هستن که در نزدیکترین خانوادهشون آسیب های روحی و روانی شدیدی خوردن برای همین پر از خالی بودنن عزیزان خدا میگه برای همین خود تو نیاز من میدونی برای همین به این سرخوشی‌های زودگذر زود گذر خودتو وابسته میکنی ولی خدا به تو میگه عزیزان امروز خدا به تو میگه خدا تو رو خلق کرده و خدا تو رو آفریده در عیسی مسیح خداوند که معبد روح خدا باشه وجود تو خدا تو رو خوانده طبیعت تو خلقت تو برای این آفریده شده که شراب روح القدس این شراب مقدس در وجود تو جاری بشه این مسیح روح القدس رو تجربه کنی برای اینکه تشویقت کنم عزیزان چند تا تاثیراته که شراب زمینی، الکور زمینی روی تو میاره به خاطر همین تو جذبش میشی که میخوام بگم شراب آسمانی اون مستی مقدس هم دقیقا میتونه همون تاثیر رو روی تو بذاره میگن اونایی که تحت تسلط الکور هستن هر روز بیشتر وابستگی پیدا میکنن به این بطری وقتی تو از شراب روح خدا پرشی عزیزان فقط یک بار زائقه ای تو بچشه این شراب روحانی رو میخوام بگم هر روز بیشتر وابسته میشی هر روز بیشتر گرسنه و تشنه این شراب روح میشی همینطور گفته شده اینایی که به الکل وابستن میگساران این دنیا وقتی که الکل میخورن یه دفعه شروع به آواز خوندن میکنن یک اظهار محبت میکنن یه وجد و شادی خیلی زود گذر در اونا دیده میشه عزیزم میخوام بهتون بگم وقتی از شراب روح پر میشی دهان تو پر از سرودهای پرستش میشه وجود تو پر از شادیهای آسمان میشه یه سرخوشی پیدا میکنی که هرگز هرگز این دنیا و تمام خوشیاش و اون الکل نمیتونه به تو بده همینطور گفته شده اون وابستگان به الکل کسایی که ترسو هن. کسایی که خودشون قایم میکنن خیلی درونگران هن. یه دفعه بر اثر تاثیر الکل خیلی جسور میشن خیلی برونگرا میشن و گاهن آماده نزاع و جنگ هستن دیدی میرن تو شکم طرف چی به من گفتی اصلا یه خبر خوش اینجاست وقتی تو از شراب روح خدا پر بشی پر از جسارت پر از قدرت میشی که در حیطه دشمن کلیسا و دشمن خدا وارد شی و دشمن خدا و کلیسا با قوت روحش جنگ مقدس بکنی باور میکنی یه همچی جسارتی پیدا میکنی مثل رسولان عزیزان انقدر شجاعت پیدا میکنی که میتونی مسیح قیام کرده و مسروب رو به دنیا معرفی کنی میتونی تو دنیا بری بر راه ایسای مسیح دهان شیران بیرون بکشی عزیزان انقدر جسارت پیدا میکنی به وسیله این شراب روحانی که گمشدگان ایسای مسیح و با اون جسارت با اون عزم راسخ به خونه به خونه پدر میاری و هیچ کس جلو تو نیست باور کن اینو با تمام سلول های بدنم چشیدم در بدترین اوضاع ایران که هیچ چیزی نمیتونست جلو بشه فقط میخواستم ایسا رو معرفی کنم و گم شده ها رو به سمت خدا بیارم عزیزا امروز روح القدس اینجاست امروز روح القدس رو دعوت میکنه از هر قشری که هستی میتونی یک تصمیم جاودانی امروز بگیری اگه ایماندار هستی اگه در تاریکی ها داری دست و پا میزنی تجربه های روحانی داری که واقعا حتی نزدیکترین کسی در زندگی نمیتونه درکت کنه تمام مخازن روحانی تموم شده اگه کسی هستی عزیزان که هنوز تجربه نفیس شراب روحانی رو تجربه نکردی به عینه و اگه کسی هستی که وابستگی داری اعتیاد داری به هر چیزی ممکنه باشه خدای نکرده پرنو چون الکل به اون سمت خیلی مسیرهای تاریکی هم آدم میکشونه هر نوع وابستگی دعوت خدا امروز برای تو اینه که ای جمعی تشنگان همون اشعیا باب پنج و پنج آیه یک و دو ای جمعی تشنگان اگر تشنه هستی امروز نزد آبها بیا توی که نقره نداری بیا امروز بخر با اشتیاق اینو دریافت کن کسی که شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخر چرا نقره را برای آنچه که نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه که سیر نمی کن، از صرف کن گوش بده از من بشنو و چیزهای نیکو رو امروز دریافت کن و ایمان داشته باش که روح القدس اینجاست و طبق نیازت قادره تو رو پر کنه از هر چیزی که نیاز داری آمین تا جان تو افربهی روح خدا متلذذ بشه بذاریم چشمای خودمونو ببندیم چند لحظه مرسی ای روح القدس ای روح پاک ایسا ای خدایی که از اعماق نیاز انسانها این خلقتی که خلق کردی و میدونستی که در این تنگا تنگ سفر روحانی در این محدوده جسم با چه خداوند تاریکی هایی با چه, چه تجربه های تلخی خداوند ممکنه دست و پنجه نرم کنن ای پدر عزیز تو کلیسای مجید تو با باورمندان به ایسای خداوند رو با قدرت روح القدس مجهز کردی ای خدای عالی امروز دعا میکنم که چشمهای دل کلیسا تو باز کنی امروز دعا میکنم که پیروان حقیقی تو پیروان عزیز تو برگزیدگان تو دعوت شدگان تو صدای تو رو بشنون و نزد نهرهای آب بیان نزد اون شراب آسمانی بیان تا هر جایی که هستن در هر تقاطع روحانی که هستند جان اونا دوباره قوت بگیری که بتونن خداوند تو رو مثل تو که وفادار و امینی در هر بره از زندگی پیروی کنم با وفاداری ای خداوند دعا میکنم برای کسایی که درماندن زیر یوغهای سنگین هستن اتیاد خداوند وابستگی ها بیماری های جسمی روحی خداوند به حضور تو بلند میکنیم ای خدایی که بر مشقت و غم نگری اعمال روح قدوس تو امروز آشکار کن و هر شنونده ای که داره میشنوه و هر بیننده ای که داره میبینه و هر کسی که در قلبش در اعماق قلبش آه و ناله برای دریافت آسمان تو دستش به سمت برکات تو درازه ای خداوند دعا میکنم که اون دست خالی بر نگرده و همینطور دعا میکنم پدر برای گم شده های تو برای کسایی که از شکم بر تو انداخته شدن برای کسایی که در دنیا گم شدن ولی حتی خودشون هم نمیدونن که گم شدن برای کسایی که در وجود اونا خداوند پر از آبهای ایسا و مونده است و دائما هم تشنگی خودشون رو با چیزهایی میخوان پر کنن که اونا رو تشنه تر و مهداشتر و نیازمندتر میکنه دعا میکنم ای خداوند دعا میکنم ای رول القدس تو اونا رو برانگیزی با این پیام در قلب اونا رو بکوبی نه خدا و سلانه سلانه به نزد تو بیان و که مثل اون آهوی تشنه محتاج تو باشن با ایمان نزد تو بیان تا ببینن تو چه خدای نیکویی هستی که فوق از فکر و تصور و دعای ما قادری جانهای تشنه رو به آب حیات سیراب کنی ای خدای عالی تو رو دعوت میکنیم این روح القدس که بخرام اینجا خداوند جانهایی که بی تفاوت شک تو برانگیزی و تشنگی روحانی در اونها ایجاد کنی ای خداوند جانهایی که خم شده برافرازی ای خداوند چون تو فقط تو هستی که میتونی آبها رو به شراب تبدیل کنی فقط تو هستی ای خداوند که خدای تبدیل هستی از دعا میکنم در هر قسمتی که نیاز به تبدیله اون تبدیلی که در اعماق وجود ماست امروز تو مداخله الهی داشته باشی چون در نام قدوس عیسی مسیح خداوند دعا کردم و کلیسای مقدس مسیح بگه آمین و آمین